سلام، به 22مین شماره از توپ ترانسفر خوش اومدید. امروز چهارشنبه 31 خرداد ماه، در کنار هم آخرین اخبار نقل و انتقالات 24 ساعت گذشته فوتبال ایران و داغ‌ترین خبرهای این بازار رو مرور می‌کنیم. لیست سرمربی استقلال با حضور دو پرسپولیسی سابق، احمدزاده و اسدی، آبی پوش می‌شوند. فرشاد احمدزاده که سابقه همکاری با نکونام در فولاد خوزستان رو داره، از بازیکنان مورد علاقه سرمربی جدید آبی ها به شمار میره و با توجه به حضور نکونام در استقلال، باب مذاکره با هافبک فصل گذشته سپاهان و بازیکن اسبق پرسپولیس آغاز شده. رضا اسدی، بازیکن ملی پوش تراکتور، هم که قبلا در پرسپولیس حضور داشت، مورد توجه نکونام قرار گرفت. هایجک بزرگ سپاهان از پرسپولیس، شکاری طلایی پوش شد. رضا شکاری، بازیکن فصل گذشته که تیم فوتبال گلگهر سیرجان، به تیم سپاهان اصفهان پیوست. کارهای انتقال شکاری شب گذشته با باشگاه سپاهان به صورت رسمی به پایان رسید. شکاری 25 ساله که در پست وینگر بازی میکنه، فصل قبل در تیم گلگهر سیرجان حضور داشت و در مسابقات لیگ 7 بار برای این تیم گلزنی کرد. نادری در آستانه بازگشت به استقلال. محمد نادری، مدافع سابق آبی‌ها که روزهای خوبی را هم در این باشگاه سپری کرد، در لیست خریدهای جواد نکونام حضور دارد و شنیده میشه به احتمال بسیار زیاد با قراردادی 2 ساله به استقلال باز خواهد گشت. نادری در فصل گذشته در باشگاه آلتای ترکیه حضور داشت. ساکت الهامی به مس نزدیک شد. مدیران باشگاه مس رفسنجان پس از ناامیدی از ادامه همکاری با محمد ربیعی، مذاکرات ابتدایی را با ساکت الهامی، سرمربی فصل گذشته باشگاه هوادار انجام دادند و بر اساس اخبار رسیده برای همکاری مشترک به توافق رسیدند. تا حد زیادی تکلیف نیمکت یکی دیگه از تیم‌های لیگ هم مشخص بشه. البته محمد ربیعی فصل پیش هم اعلام کرده بود که در فصل آینده نمیخواد سرمربی مس رفسنجان بمونه. خلیلزاده در دوراهی لیگ برتر و لیگ امارات. بعد از پایان قرارداد شجاع خلیلزاده با الاهلی قطر، صحبت‌هایی درباره بازگشت این مدافع ملی پوش به لیگ برتر مطرح و از پرسپولیس و سپاهان به عنوان مقصد احتمالی اون نام برده شد. اما سایت فوتبالی ادعا کرد که پیشنهاد لیگ برتری اون مربوط به تیم دیگه ایه و از طرف دیگه هم این بازیکن از لیگ امارات هم پیشنهاد داره.